family in Afghanistan, or a freezing child in Yemen. Visit IRUSA.org or call the number below to donate today. آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. بینندگان ارجمند، دوستان عالی قدر، سلام عرض می کنیم و به آرزوی خوشبختی و سعادت شما دوستان گرامی، شما مردم نازنینم، روزانه را باز در می گشاییم و از تلویزیون آریانا افغانستان صمیمانه اظهار سپاس و امتنان دارم که در هفته که گذشت یک برنامه تکرار مرا گذاشته بودن و این بار برنامه مستقیم است و از طریق فیسبوک، صفحه فیسبوک خلیل جان راغب هم شما می توانین ببینین نشر می شود. دوستان ارجمن، به سلسله برنامه های قبلی که داشتیم، یک دو برنامه قبل که ما در مورد سرنوشت زن، سرنوشت که گفته نمی توانیم، ولی در مورد رهایی زن از قیودات برقع، خشونت، استبداد، یک برنامه ویژه ترتیب دادیم که امیدوار استم برای همه آقایان که واقعا در مساوات زن و مرد با ما هم عقیده اند و خانم های محترم، بانوان گرامی که این برنامه را تماشا می کنند، بیایند که با هم متحدانه در این مبارزه اشتراک بکنیم تا نیمه از پیکر جامعه را از این بدبختی، از این فلاکتباری نجات داده باشیم. تا وقتی که خود ما، خود بانوان با پا نیستیم و خود ما صدای خود را بلند نکنیم و حق خود را نخواهیم، هیچ کس دایی از مهربان تر برای ما و شما نخواهد بود که ما را بتوانند یک زندگی آرام و آسایش نصیب بگردانند. ما و شما میبینیم که حتی در اروپا، در امریکا، در استرالیا که کشورهای هستند برای زن مقام و قانون را ایجاد کردن و حق را اختصاص دادن، اما متاسفانه که در این کشورها هم تا جایی که میبینیم چنان خشونت بر علیه زن است که نفس تا گلو رسیدند، به خاطر بعضی از بانوان، به خاطر فرزندان خود نمیتوانند، یا به خاطر آبرو و حیثیت خود نمی توانند که صدایشان را بلند کنند و یا جدا شوند از همسرشان. بنابراین ما تقاضا می کنم تا همه ما و شما یک صدا شویم و در این را همدیگر خود را کمک بکنیم، چون ما نه طبقه ضعیف هستیم، نه ناقص العقل هستیم. در این مهاجرت اثبات کردیم که ما زنان توانمند، زنان متفکر و خانمای دراک و هوشیار و کاردان و کارفهم هستیم. بنابراین امروز
باز هم مهمان گرانقدر دارم که هفته گذشته شما ایشان را در برنامه تکراری ما تماشا کردین و این بار باز هم بانو ناهید آریا عضو دسترک تورنی دفتر الامیدا کاونتی در کنار ما تشریف دارند و ببینیم که طی این مدت طولانی که ایشان را به قسمت و ترتیب مستقیم با خود نداشتم چه فعالیت ها و چه کارهای را به خاطر زن و به خاطر انسانیت انجام دادن که ما از تشریف آوری ایشان به نهایت اظهار سپاس دارم از این دوست گرانمایه، از این خانم فرهیخته و از این خانم مبارز. ما خدمت شما سلام عرض می کنم، بسیار صفا آوردین، بسیار زیاد تشکر. تشکر لست بکرین زکیه جان گل، ما بسیار خوش هستم که امروز شما را در پالوی خود دارم و شما یک انسان بشر دوست و واقعا فعال و با کرکتر که میتونین و مبارز که در ایسی حقوق زن و شعار ما امروز عدالت برای زن افغانستان است ما را همکاری کنین و راهنمایی کنین. چرا نه؟ ما همراه شما هستم و چند قبل شنیدم در فیسبوک، صفحات اجتماعی فیسبوک زنان هالند، بانوان مبارز هالند برخواستن و حق به خاطر احقاق حقوق خودشان مبارزی را برا انداختن، بسیار مبارزی صلح آمیز و صدایشان را بلند کردن و ما یک کامنت بسیار کوتاه برشان نوشتم که شما بانوان مبارز هر جایی که هستین اتر فکر کنین که ما با شما هستم، صدای هر یک شما را از طریق ای تریبیون یا ای برنامه ما بلند میکنم. یک بار دیگر جا دارد که ما از جناب آقای مسکینیار به نهایت سپاسگزار باشم که ای وسیله را مهیا ساختن، لطف کردند و مهربانی کردند و یک ساعت در اختیار ما گذاشتند. ما که سرم را، خونم و جانم را فدای هموطنم و فدای وطنم میکنم. بسیار زیاد تشکر. خب بفرمایین. خود زکی جان ما میفهمیم که مبارزه آغازش آل نیست. بله. سال هاست، صد ها سال تیر میشه، صد سال تیر میشه که بله. خانما به این نتیجه رسیدن که چطور حق خود بگیرن، حق گرفته میشن و این ادامه داره و معلوم دار ما میفهمیم که این کار آسان نیست. بله. اگر به خاطر داشته باشین در سالهای 1960 کنیدی اعلان کرد که ما کره مهتاب را تسخیر میکنیم و به او میریم. بله. برای مردم بسیار چی بود که نه نمیشه، امکانش نیست. گفت ما میریم میکنیم به خاطر که سخت است میکنیم. آها. و امروز نتیجهش میبینیم. بله. این ساتلایت ها، این اخبار، این میدیا، این همه سهولت هایی که بر ما امروز است. بله. تاثیر اونمو وقت است که اونا ما بسیار در این را کار کردن و فعالیت کردن و امروز ما راستی کار آسان نیست، مبارزه بر علیه خشونت، مخصوصا مبارزه بر علیه برقه یا چادری. بله. که امروز تمام زنای ما به این شکل که مثل از این که محبوس باشن آمدن، تمام رویت خود از دست دادن، هویت خود را. بله. بله بله. زن افغان، بله. زن افغان کم کم داره از یاد جهان میره و ما نباید ما نباید به خاطر جهانیان بیاریم که ما هم یک قوت هستیم، یک قوه هستیم، بدون ما هیچ پیشرفت ممکن نیست. ما در این قسمت ما کمک مردار میخواییم، برادرای ما را که در ایرا راستی واقعا ما را کاری و راهنمایی میکنن. بله. ما خودم از یک فامیلی که مثلا 6 دختر بود. بله. فمینیست، یعنی زنا زیادتر بود. آها. ما کلان شدیم. بله. و اما در این سب پدرم. بله. یه راهنمای ما بود که ما را مثلا خوره کلانم که حال 75 اینا هستن که فاکولته بخونن، درس بخونن. بله. در قسمت تعلیم و در قسمت تربیه ما بیه اندازه کوشش و راهنمایی کردن. بله. و امروز که ما در اینجا هستیم از کوشش
پدرای ماست. بله. از طرف بله. مرداست که ما را امروز در اینجا میتونیم بله. اینجا باشیم. بله. ما اینم خواستیم میخواییم که برای نسل آیندام، برای جوانای ما اینمی یک پدیده باشه که مبارزه و نتیجه از این را در آینده بینیم. شاید که ما یک وقت نباشیم اما چادری دیگر نباشه در افغانستان. بله. حالا نمیتونه که ما ایره از بین ببریم. دفعتن نمیشه. باید هر مبارزه. اما مردم برشان بله. برشان یاد بتیم. بله. که چطور مثلا از طریق میدیا، از طریق رساله ها، از طریق مکتب، از دوستا، رفیقا، مدرسا، فامیل، همه نزدیکا که با اونا مصاحبه کنیم، گپ بزنیم و با گروپ های مختلف بیاین مجلس ها ترتیب کنن و سر از این موضوع گپ بزنن. و ای امروز ما و نه تنها که مثلا در چادری برای یک زن بسیار رجاور است، این یک توهین است برای مرد. یعنی که ما از مردا میخواییم که این بسیار توهین آمیز است. چرا یک از روی یک مرد شما دوری میکنین؟ ای درست یک تحلیل درست نداره. خب هتر است که ما در یک کشور مرد سالار زندگی میکنیم، متوجه هستین؟ و در اینجا هر چی مرد بگویه عمو میشه و زن زیباست، ظریف است، اعتماد به نفس بسیار داره. اکثریت زنها، البته در هیچ چیز عمومیت نیست، اکثریت که اعتماد به نفس بسیار دارن و اونا اگر مرد به هر حالت ببینن، با یک زیرپوشی، مثلا یک زیر پیراهنی، با یک نیکر یا شورتایی که میپوشن، اگر زن ببینه کوچکترین اهمیت برش نداره. زنی که بیرون از خانه کار میکنه، مثل فکر میکنه که امو آقام همجنسش است، این تأثیر منفی یا دستش بلرزه یا دلش بلرزه. اما اگر کسی بخواید که دست دل خود را بلرزانه و ضعیف نفس باشه، به هفت لای چادری و برقه و بستره پیچ که بپوشانن، او اما کار خود را انجام میده، اما شوق خود را پورا میکنه. ولی چی خوب است که زنان روی لچ، زنانی که مخصوصا در میدیا هستن، اونا اصلا نمیتوانن، یا زنانی که شهرت دارن که پا از پا کچ بگذارن، به خاطر از اینکه چون یک چهره شناخته شده هستن و همه مردم اونا را میشناسن. مثل که خدا مغفرت کنه از زاهد جان هویدا، روحشان شاد، سوال کرده بودن که شهرت یعنی چی، شهرت چیست. زاهد جان هویدا گفته بودن شهرت یعنی باید به بس بالا نشی، شهرت یعنی به سرک عام نگردی، شهرت بسیار به انظار نباشی، شهرت به حساب خود زندگی نتوانی، این شهرت است. یعنی که بسیار برای آدمای مشهور یک زرگک قیودات است که هست. راستی هم که باید آدم بسیار منظم باشه، باید آدم بسیار با حوصله مندی امرای مردم خود برخورد داشته باشه. به هر صورت ما در گذشته نه چندان دور، با دوران دولت دموکراتیک خلق افغانستان، که ما چادر نمی پوشیدیم هیچ وقت. با دوران ظاهرشاه، با دوران مثلا سردار محمد داوود خان، با دوران دولت حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان، اینا چادر نبود. خانم‌ها بسیار با عزت، بسیار با زیبایی، بسیار با مقبولی، با نظافت به کار خود می‌رفتن. دخترای مکتب با یونیفرم خود به مکتب می‌رفتن. هیچ کس اونا را مزاحمت نمی‌کرد، باعث اذیت و آزار از اونا نمیشد. اونا بسیار آرام میرفتن و امی جوانای ما و امی آقایان ما هم مثل ناموس خود فکر میکردن. حال در کشور ما و وقتی که دولت اسلامی مجاهدین تشریف آوردن، قدم رنجه کردن، زنا دیگه چادر پشتی که هم برقه پوشیدن، هم حجابای عجیب و غریبی که از عربستان آمده، او حجاب را، در حال که با پاکستان هم ایتو حجاب اکثر مردم ماست نیست، غیر از اینکه یک تعدادشان به خواهش خود، در حال که با عربستان هم شما میبینین که خانه های
نامشروع دارن، در پاکستان هم دارن این زنها که میرقصن این در هر دو کشور، خب اینا است. ولی در اینجا به خاطر راحت آقایان مردها زنا را به سرپیچ کردن، زنا را پوشاندن به اجبار. این یک چیز اجباری آمده به کشور ما. امیر، ما باید تصحیح بکنم که هیچ کسی این چادری های دخترای جوان ما یا خانم های که درس خواندن، تحصیل کردن، کارمند هستن، هیچ کدامشان این چادرهای کلان دو متره و سه متره را به شوق و ذوق خود بسر نمی کنن. این به شکل اجباری است، به خاطر که اگر اینا این کار بکنن باز مورد توبیخ قرار میگیرن. مثلا به طور مثال امی فرخنده شهید، او هم که با حجاب بود، اما میبینین که در کشور ما یک رواج شده، یک فرهنگ بین مردای ما آمده که امو دختر حجابش از بین بردن و توته توتش کردن و با یک با حجاب به حجاب ساختن. دیگه شما بسیار تشکر میکنم. من خواستم که یک خبر خوشم در این زمان بتم بلی اواخر با تاریخ 9 مارچ که روز بین المللی زن بود و از طرف ملل متحد 8 مارچ، بله 8 مارچ تجلیل شد و یکی از نمایندای ملل متحد که به افغانستان مدت 10 سال امرای یونایتد نیشن و امرای دولت افغانستان از نزدیک کار میکرد، بسیار خبر خوش آورد که اونا برای از بین بردن و محو برقه بسیار فعالیت کردن و امسال یک آگاهی عاجل برای مردم نشر کرد که امی پرس ریلیز ملل متحد بود که المنیت میکنن یا از بین میبرن برای چادری. راستی یک خبر خوش است و این یک آرزومندی است و یک روشنی است که در آینده امکانات ازی است که این کم شوه. خب معلوم دار بر کلی از بین نمیره، اما کم شدنشم از این که قدم بسیار مثبت است. بله واضح است، یک خبر بسیار خوب بود. و ملل متحد بله. در اجبت هم نه، به اثر فعالیت ملل متحد امو فرهنگ و سنن بسیار کونی که دخترها را ختنه می کردن امو را به ملل متحد از بین برد. بله یک فوق العاده است که این موضوع و تنها موضوع مثلا چادر نیست، بسیار موضوع مثلا آدم فروشی است. موضوعاتی که خشونت بر علیه زن امروز بسیار دامنگیر تمام جهان است، تمام ممالک است و کل اگه دهی را میخواین که ازدواج اطفال، ازدواج اطفال کوچک. ما زیادتر کوشش کردیم که مثلا در این موضوعات بعضی رسما، مثلا من رسام بسیار لایق پروفشنال نیستم، اما خواستیم که مسیج خدا چطور برسانم. بله، من یک رسما کشیدم برای روزی که اما روز رسم گذشت برای زنا بود در 20 جنوری. بله، از طرف کی؟ من خودم کشیدم. نه، تمام دوابین اوکلند بود. خب اوکلند، سان فرانسیسکو و تمام امریکا هست، به هر شهر هست. بله، بله. برای خاطر یک شعار برای آزادی زن یا پیس برای زن. و من یکانه چطور من یک شعار برای مردم یک مسیج برسانم، من این رسمه کشیدم. بله، این رسمه کشیدم برای طرف و تقریبا 10,000 نفر با اون مزایره با اون پرید آمده بودن و این رو به دو طرفه کشیدم. خب یک طرف شب این رقم برازی که مردم از پشوری پشت از دو طرف میبینن با این شکل. آها، بله، و این بسیار استقبال برای استقبال مردم قرار گرفت و آمدن از یک عکسگیری کردن و امره ما بعد مصاحبه کردن، امره ما تلفن گرفتن، آدرس گرفتن که باز در کجا ببینن و ملاقات کنن. و امروز ما یک میتینگ داشتیم سر موضوع معلولین، که معلولین هر سال برای از اونا یک کنفرانس ترتیب میکنن که چطور در محیط کار خود از اونا مراقبت شود. بله، با اون اساس وقتی که امو رئیس از اون مجلس این رسمه که دید، گفت نایید، گفت رسمه که تو میگه چی رسمه چطور، گفت من که امرای تو که تزی رسمه که باشم، من باید من برخاطر یک انشورنس بگیرم. تو چی که لایف انشورنس؟ گفت بخاطر از یکی من کشته میشم. آه. گفت تو بسجایت بسیار بسج قوی نوش بیاری درستم. بسیار عالی، اما بسیار پروفشنالیستم، اما اینمو احساس مست بیارم. بله، و یکی از رسمای ما رسمی همی چیز شاید در گذاشتم دیده باشید. بله، کدام؟ استاپ فورس میاری گرفتن، جای اجباری گرفتن. بله، خاتمه بدید.
که ای امروز نه تنها ازدواج اجباری برای دختر خردسال برای کهنسال، حتی امو بادی پارتشانه اعضای بدنشانه میگیرن برای فروش. بله. و ای دامین امریکا قاچاق است و ای دامین امریکا در هر جای است، تنها به افغانستان است. و در سرازی بسیار موضوع را جدی گرفتن و دو هفته پیشتر به دفتر نانسی پلوسی، بله، که میفهمین که او سخنگوی کانگرس است. بله. و سرازی موضوع بسیار او میخواه که یک تصمیم جدی بگیرن که چطور از این جلوگیری شود، برای از اینکه در تمام جهان امروز از این دخترهای جوان اینا سو استفاده بشه. بله بله. خب این رسم دیگر تو و این رسم برنامه چیز است در آغوش آزادی. بله. این یک مسجه است که برای یک زن چی میخواه؟ یک زن حق رای داره، حق تحصیل داره، هم به انگلیسی تیار کردیم هم به فارسی. بله. حق استقلال آزادی، حق آزادی بیان، همهای تعصبات، تساوی حقوق زن و مرد، همهای خشونت های خانوادگی، آزادی شغل، تساوی حقوق مدنی. و این مثل یک مسیج است که میتونیم که ما پخش کنیم و ما ارزومند استیم که امروز زکیه جان در پولی خود داریم و این یکانه مبارز و بشر دوست است که ما افتخار میکنیم که خودت هستی و پشتیبانی میکنی. بله. و ما میخواییم که چون لباس سفید باعث سمبول پیس و صلح هست و این دستمال گلابی معلومدار یک نشانی است که برای زن از نجابتشان، از فعالیتشان، از نمایندگی میکنن. این را بر شما میخواییم که اگر بسیار زیاد تشکر کنید و میفهمم که خداوند استاد مغفرت کنند. شما زیاد فعالیت کردین، بسیار زیاد دایسی از اونا شما کمک کردین و راستی شاید هستم که چقدر از استاد شما مراقبت کردین، اما امروز در جمع ما نیست، اما همیشه بر دل ما زنده هستن. خداوند براتون مغفرت کنه و بر شما بله. ما بسیار تشکر میکنم با اجازهتون از بینندگان عزیز، از دوستان گرامی که طی این مدت هر باری که ما آمدم به تلویزیون اشک ریختم، گریه کردم، یاد کوزات مرا اذیت کرد، آزار داد، اندوهگین ساخت. اگر شعرش دوستا دکلمه کردم، اگر یاد از استاد کوزات کردم، واقعا قلب ما داغدار شد. اما بسیار تشکر میکنم دوستان ارجمند که شما اشکهای ما را تحمل کردین، شما گریه های ما را مرا تحمل کردین و چهره غمگین و اندوهناک مرا تحمل کردین. از شما بسیار زیاد تشکر، چقدر با ما همراهی کردین، هم نواهی کردین و همیشه. و از شما ما یاد کردم به برنامه خود که امون شب خوب باز صحبت شد، آخرین شب ودا و ختم قرآن شریف و یاد بود از استاد گوزاد، ما دنیا رفته، ما در شاک بودم. شما از یک جای نشسته بودین، ما دیدین که عالم خراب است و خودم به نزد ما رساندین و به گوش ما گفتین که چی گفتین خودتان بود؟ ما به شما ضرورت داریم، مردم شو خود تکار دارن، خودت باید استاد باشی. بسیار زیاد تشکر. و امی حرفای خودت بود که مرا واقعا قوت قلب داد و ما تانستم که یک چند کلام از حضور دوستایی که در اونجا تشریف بودن سپاسگزاری کنم. تشکر از شما. اینال درست شد، اجازه است که میره پس بکشم؟ چونه رو ما فعلا امیده دارم، اگر اجازه تان باشه بعدتان نیایه. از شما بسیار تشکر میکنم. بایسی یک سمبول پیس و آزادی و اونا و شما شعارتان امروز عدالت بر زن است. بله. این بایسی یک سمبول است. بله. تشکر، زنده باشین، سلامت باشین. و چون ما یک دو هفته پیشتر یک پروگرام گرفتیم به خاطر مبارزه، برای شروع مبارزه برای علیه خشونت ها و در عین زمان با
برای از بین بردن برقه ما ساختیم که از زکیه جان دعوت کرده بودیم که در این محفل بیان و این را برگردانگی از اون محفل بگیرن، اما متاسفانه که نتانستن. نه بسیار شما میفهمید و این دعوت نامه بود ما قسمی که ساخته بودیم برای یک مرحله جدید مبارزه علیه سنت اجباری پوشیدن برقه. بله. و در این زمان که شعار ما عدالت برای زنان افغانستان است، از بانو زکیه کوزاد شخصیت بشر دوست و مبصر ورزیده تلویزیون آریانا مدیریت این گردمایی را به عهده دارند. ما و یک تعداد از دوستای دیگه ما که اونا معلم بودند به مکتب اینا دعوت کرده بودیم که بیاین ما یک ویدیو کلیپ ساختیم که باعث یک مسیج باشه. بسیار خوب. و او یک شیر از شیر فروخ فرخزاد بود. بله. که متاسفانه که ما ویدیوش آل نتانستیم که پخش کنیم، چون یک خواننده جوان ما که به نام مژگان عظیمی است، به نام اگر تن بدی هیجان ندی کار خراب است. خمیر خیلی دارین بخوانین شعر از فرو فرخزاد. گر تن بدهی دل ندهی کار خراب است، چون خوردن نوشابه که در شام که در جام شراب است. گر دل بدهی تن ندهی باز خراب است، این بار نه جام است و نه نوشابه سراب است. اینجا به تو از عشق و وفا هیچ نگویند، چون دغدغه مردم این شهر اجاب است. تن را بدهی دل ندهی فرق ندارد، یک آیه بخوانند گناهی تو ثواب است. خریدن تنت را، ببریدن کفنت را، با یک آیه و چند سکه ببستن دهنت را. نه روحی بکار است، نه عشقی ببار است، فقط شوهت مردانه و اندام تو یار است. هر کس که زنی را بفروشد پی پیسه، حق است که روحش تهی دوزخ به عذاب است. هر جای جهان مرتبه زن بلند است، در کشور من زن مثل میت به حساب است. ای کاش که دلقق شده بودم نشاهر، در کشور من ارزش انسان به نقاب است. تن را بدهی دل ندهی فرق ندارد، یک آیه بخوانند گناه تو ثواب است. شکستن دلت را با غرور و حرمتت را، سکوتت گرفته از تو تمام فرصتت را. بنانی تو راضی شدی یا ایچ نگفتی، همین است که جاهل زده بر تو همتت را. خریدن تنت را، ببریدن کفنت را، با یک هایه و چند سکه ببستن دهنت را. تشکر. بسیار تشکر، بسیار مقبولم خواندید. کم بود که عشقتان بیاد. واقعا وقتی که اون ویدیو را تیار کرده بودیم بسیار باید ببینن اگه بتانن که او را بانن بشنوان. بخیلم که کپی رایت داره اما دیگر را میتونه که او را ببینن از خود برنام مژگان عظیمی را. او را خب مژگان جان دیدن میتونه، ولی میده که شما ترتیب دادیم. ما ترتیب دادیم یک گروه خانم ها یک جای شدن و امیر شیره یک جایی خواندن باید یک کور است. خب امی کلیپ را که فرستادین، کلیپ ویدیویی را آل وقتش هست که نشه بکنم. نه نه نوربانی نه و بگوین که تمام نیلوفر جان عزیز، نخست سلام میرسانم خدمتتان دوست عزیز، و اگر مهربانی کنین امی کلیپ را بگذارین، کلیپ را که بر شما فرستادیم.
داستان دراز مبارزه برای رهایی نیم از کتله بشری از زنجیر یک فرهنگ زشت، فرهنگی که در طول زمانها بر رسوم و سنت‌های زشت ارتقا یافته تجلیل می‌کند. اما شرق، این گهواره تاریخی تمدن بشر، هنوز پای در گل است و در فقدان آزادی زنان به سر می‌برد. امروزه زنان در آسیا، افریقا و امریکای لاتین در اوضاع بسر می‌برند که خشونت، تجاوز و حق حرمت بر علیه آنان جزء آهنگ اجتماعی و اخلاقی اجتماعات آنهاست و آزادی زنان برای هر دو، یعنی برای جامعه مردسالار و جامعه ستمکش زنان، چون یک امر ناشناخته و بی‌معنی است. یعنی هنوز آزادی زن در میان قرا و شهرهای افغانستان، حصارهای حرمسرای شیخان عرب و زندانهای فکری پاکستانی ها و سایرین نفوذ نکرده است. روزانه هزاران زن در این سه قاره یا اختطاف شده و به فروش می رسند و یا به عناوین مختلف توسط مقامات دولتی وابسته به متنفذان محلی بازداشت و به زندانهای با اعمال ضد انسانی محکوم می شود که البته شرح کامل آن بس غم‌انگیز بوده و از دایره این مختصر بیرون است. و اما سانحه زن افغان حکایت است غم‌انگیز، چندان که صورت او را در زیر برقه پنهان ساختند، سیرت او را نیز و مسخره گرفتند و او را در طبقه بندی اجتماعی حتی کمتر از دوم قرار می دهند. جامعه مردسالار که بنابر خصلت خود در آب لوس تبعیضات و تعصبات شنا می کند، زنان را از آزادی های انسانیشان محروم ساخته است. ادامه سنت چندزنی و شیوع روزافزون این پدیده زشت که از سنت بردگی به میراث مانده زنان را در سطح اشیا و مالکیت های شخصی مردان قرار داده است. سنت فرتوت به زنی گرفتن زن برادر مرده، پدر مرده و کاکا و مامای مرده از رسوم است که تا کنون در جامعه مردسالار ما حکم فرماست و از همه شنیتر خرید و فروش دختران و بزنی گرفتن خردسالان، آنان که هنوز دوران کودکی را پشت سر نگذاشتند که خود صاحب کودک شدند. داستانهای حیات غم‌انگیز زن افغان امروز در هر گوشه دنیا بالاست. زنان از فرط ستم مردان بروی بدن خود بنزین می پاشند و خیشتن را آتش می زنند، تا مگر از نکبت زندگی که چون یک مرگ تدریجی است رهایی یافته باشند. آنان سوختن را در یک آتش جانکاه بر ساختن با یک زندگی تلخ و خشونت آمیز دوامدار ترجیح می دهند. از سوی دیگر عده آنان که در چشم انداز جهانیان و امر آزادی زنان در آن کشور تن می دهند و به آن اعتراف می کنند، در خفا با به انقیاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زنان دامن می زنند و با مخوفترین بازماندگان ارتجاعی ترین پدیده ها در کشور هم نوا هستند. دوستان، عمق این سانحه اجتماعی تا بدان جاست که ضرورت مبارزه با آن را بیشتر از پیش جزء رسالت ما می سازد. مایی که خوشبختانه و به طور نسبی از آزادی ها و حقوق مدنی در خور یک انسان برخوردار هستیم و زمینه هماهنگسازی یک مبارزه همشمول و قاطع در مقایسه با زنان اسیر و نگونبخت کشور ما برای ما
میسر است در مقایسه با زنان اسیر و نگون بخت کشور ما برای ما میسر است. از این رو باید مبارزه برای رهایی زن افغان را از دام نگونبختی های بیشماری که بر زندگی او سایه افکنده است جهانی بسازیم. این کار فقط از طریق وحدت فکر و بازو و پشتکار ممکن است، زیرا دگر کار به استخوان رسیده است و هرگاه این معمول همچنان ادامه یابد و حریصان قدرت و بنیادگرایان متعصب و تاریکندیش دیگری از نوع کسانی که اکنون بر مقدرات ما تکیه زده اند به قدرت برسند، که تجارب تلخ گذشته از همین اکنون وقوع آن را حتمی دانسته و پشتیبانی یا پیشبینی می کند. نگونبختی و حرمان زن افغان از اساسی ترین حقوق انسانیشان بیشتر و بیشتر خواهد شد. بنابراین طور که قبلا گفتیم رسالت ما حکم می کند بایست مبارزه برای احقاق حقوق زن افغان را همگانی و جهانی بسازیم، زیرا همه شاهد هستیم که جهان آهسته آهسته زن افغان را فراموش می کند. این مبارزه را در قدم های نخستین می توان از همین جا آغاز نمود، از پشت تریبیون ها و تلویزیون ها، از خانه های خود، از خلال نشرات و تبلیغات دامنه‌دار، از طریق میدیاهای اجتماعی که همگی بدانها دسترسی داریم، از اینستاگرام و توییتر و این قبیل چیزها، از خلال روزنامه ها و نشرات، از طریق تشکیل و راه انداختن کانفرانس ها و طرح دادخواهی ها برای زنان افغان در محاکم داخل و خارج از کشور، از طریق برقراری تماس ها با ماشین بروکراسی غربی ها و دعوت های پیگیر و مجدد از مسئولان دفاع از حقوق بشر در سراسر دنیا، از جامعه ملل متحد، از محاکم دفاع از حقوق بشر در اروپا، در امریکا و در دنیای عرب، در بهشت زمامداران و سارقین بیت المال مردم افغانستان، در برابر کاخهای افسانویشان در دبی و قطر و سایر کشورها، از طریق براه انداختن تظاهرات و راه پیمایی ها در برابر ارگ ریاست جمهوری، این قرارگاه بروکرات های عاطل و بیکفایت در برابر وزارت نامنهاد حقوق بشر در افغانستان، از طریق براه انداختن اعتراضات در برابر مؤسسات سیاسی دولت افغانستان در خارج از کشور و دفاتر احزاب سیاسی عقبگرا در داخل، از طریق نشرات و تبلیغات بر علیه سنن و رسوم ضد بشری و ضد ترقی زن ستیز، تظاهرات در برابر نمایندگی های سیاسی دولت افغانستان در اروپا و امریکا و سایر کشورها، یک مبارزه سهمگین پیگیر، آن که طلوع آفتاب آزادی زن افغان را بشارت دهد و حق حیات را برای زن مظلوم و ستم دیده هموطن ما بازگرداند. موفق و کامگار باشید. بسیار عالی زکر جان، بسیار تشکر، قربانتون، لطف کردید. من اینجا یک کتاب برتون تحفه دارم از طرف قمر یلدا کرزی. بسیار تشکر. داستانای غم‌انگیز زنای افغان است که خودش دومجا چشم دید خریده بود و از این کتاب ساخته و بسیار استقبال شده و فکر میکنم که جایزه میگیرن. یه خانم بله. خودشان مدیری مکتب بودن در افغانستان و یک انجمن دارن، با آلمان زندگی میکنن. بسیار خوب. که برای زنها افغانستان از برای زنها خدمت میکنن و فعالیت ها دارن
و او را از پول شخصی خود و رفیقای آلمانی که داره بله ای را سپورت میکنن و این داستان های از این مجموعه 11 داستان کوتاه ره آورد من نامش است با اون قمر یلدا کرزی. بسیار زیاد تشکر لطف کردین، ممنون از شما که بر ما رساندین و بانوی گرامی قمر یلدا کرزی از محبت شما و از این تحفه گرانبهای شما یک جهان اظهار سپاس و امتنان دارم. موفق و کامگار باشید انشالله. از این کتاب پرمحتوای شما حتما استفاده ها در این برنامه میکنیم. ای کاش شما با نمبر تلفن ما که بر روی صفحه تلویزیون است با ما در تماس شوین تا بتوانیم از این طریق شما را بلین تلفن دعوت بکنیم، تشریف بیارین و صدای زیبا و گرمتان بشنویم و از دردهای مردم ما شما قصه ها بکنین و همچنان از کارکردهایتان که با هم متحدانه و از کارهایی که در آینده روی دست دارین که با هم یک جا مبارزه خود را دوام بدهیم و همچنان از تمام بانوان عزیزی که در هر کشور از این جهان زندگی میکنن لطفاً ماهو نمیتونم دسترسی ندارم، نمبر تماس های شما را ندارم، شما میتوانین که یکی به دیگه اطلاع بدین. اگر نمیتوانین که این برنامه را ببینین بنابر هر علت و دلیل لطفاً یکی بر دیگر اطلاع بدهید و می نمبر تلفن مرا در اختیارشان بگذارید تا بتوانیم که همه یک صدا شویم و برای خودمان، برای زنان دربند مانده ایمان مبارزه همگانی کنیم. از شما بانوی گرامی قمر یلدا کرزی به نهایت اظهار سپاس دارم، تشکر میکنم، منتظر تماس شما هستم. بسیار تشکر. خوش میکنم شما میبینم که شما علاقه میبینید. بله چطور نه. تمام درد و احساس و بدبختی های زنای افغان در این کتاب نوشته شده. بله بله. حتما بخیر این کتاب. چه گفتین که بریم؟ چون برنامه زن است، من میخواستم که باید. یک آهنگ قشنگ از هنرمند عزیز خوش صدای ما جواد جان غازی یارم در این برنامه بگذارم. نسبت کمی وقت ما که متاسفانه نمیتونم، فقط یک آهنگ از بانو شهلا زلانده که بر زن خوانده و شعرش از خانم است که امی لحظه اسمشان فراموشم شد، خب ما اسمشانه با حافظه می آید انشالله. امی آهنگ با هم یک جا بشنویم. نیلوفر جان عزیز تقاضا میکنم امی آهنگ تقدیم. که دائم به فقانم یاد آن روز
آهنگ قشنگ بود از بانو شهلا زلان و بسیار با احساس و زیبام خوانده بود. این شعر از این آهنگ از بانو نادیه انجمن فقید است، از بانوی جوان که 24 سال بیشتر نداشت و این شوهرش به خاطر صدای آزادی خواهانیش به شهادت رسانید. ما این زنها را تقدیر میکنیم و راهشان را ادامه میدهیم تا بتوانیم که به هدف برسیم. دیشب شما برای ما زنگ زدین، بسیار متاثر بودین از یک موضوع برای ما گفتین و ما به عوض از این گفتین که زکیه شما، ما و شما فردا برنامه داریم برای زن و چنین چنان بعضی از خانم ها. ما بسیار خندیدم اگر به یادتان باشه، گفتم که ناهید عزیز ما شما دری را پاهای ما آبله میکنه، پاهای ما خونین خواهد شد، سنگ ها به سر ما خواهد خورد، خون از سر روی ما سرازیر خواهد گشت و ما و شما منظور داریم این را راه مبارزه است، راه سهل و ساده نیست. ما باییست امی حرفا را، امی موانی و صدها را از سر رای خود دور کنیم و خود را برسانیم به قله شامخ آزادی مشروع زن. مرمدار مرمدار، بله. ملی خواهیم که از حقوق زن دفاع کنیم، بله، پشت از این نگردیم که کی چی میگه، اما ما کار خود را انجام میدهیم. متاسفانه که بعض خانم ها از این حقوق سوء استفاده میکنن. بله، ای هم درست نیست، ای هم درست نیست که شاید است مقصد این مملکت که فهمیدن حقوقشان بسیار از اونا پشتیبانی میشه و از او اما سوء استفاده میکنن که این غلط است. ببینین دوستان عزیز، بانوان گرامی، ما نباید
اقدر خودخواه و از خود راضی باشیم. ما نباید اقدر خدای نخواسته کم ظرفی بکنیم که شوهرای خوب خود را، شوهرهای نازنین و مهربان خود را با یک کمک فرود فراز زندگی، طبعا که در زندگی فرود فراز است، اگر غم نباشه شادی مفهوم نداره، اگر هر چیزی که نباشه، فقر نباشه ثروتمندی مفهوم نداره، لذت نداره. بنابران اگر صحت نباشه، مریضی نباشه، صحت باز لذت نمی داشته باشه. بنابران سر از این موضوعات کوچک زندگی خود را خراب نکنین. خودتان به هر صورت زندگی اطفالتان را، زندگی اطفال معصوم را که اونا نخواستن که بیاین، شما دو نفر اونا را آوردین و باید مسئولیت او اطفال داشته باشین و اطفالتان را بی مادر یا بی پدر نسازین. باید گذشت داشته باشین و صفت زن امی است که گذشت داره و وفا داره. عزیزان من و از دوستانی که در فیسبوک، که من متاسفانه امی لحظه نمیتونم که اسمای قشنگ شما را ببرم، البته که ایره بازی یادداشت میکنم، در هفته آینده از شما اظهار سپاس و امتنان دارم. من میدانم که شما بی نهایت مهربان هستین نسبت به ما، نسبت به ای امی که گفتن که دل را به دل ره است و واقعا دل را به دل ره است. همان گونه که من شماها را دوست دارم، شماها بر ما عزیز هستین، یقین دارم که شما هم مرا دوست دارین. بسیار زیاد تشکر میکنم از کامنت های بسیار محبت آمیزتان در فیسبوک که بسیار ما را خوشنود میسازین و بیشتر از پیش قوت قلب میبخشین. تشکر میکنم. یک موضوع را میخوایم که خدمتتان عرض کنم. شما خسته نشین، کارای ما شما نمانه که از مادر عزیز بی بی حاجی زیا صالحی، مادر رونا جان صالحی که اونا افتادن و یک چند تار قبرغیشان صدمه دیده که من بسیار متاثر هستم. الهی که صحت و سلامت برتان میخوایم، طول عمر برتان میخوایم. مادر عزیز دستایتان میبوسم، خداوند خوابتان دیر نکنه، سایتان از سر ما کم نکنه و دختر نازنینتان رونا جان صالحی را که تنها پناه و امید شما هستین، خداوند ناامید نسازه. و از تمام دوستا تمنا دارم که امی بانوی بزرگوار، امی مادر گرامی را خداوند دعا کنیم برشان میخواییم. بله. و برشان صحت و سلامتی خانه. تشکر عزیزم از لطف کردین. خب بفرمایید سر موضوعی که چی بود از موضوعی از کجا شروع کنیم که بازم سر موضوع آگاهی عاجل امین پرس ریلیز ملل متحد. خب بسیار خوب بفرمایید. چودری روز جهانی زن در سراسر جهان توسط زنانی که به تساوی جنسیت، صلح، عدالت و ایجاد نهادهای مستحکم حقوقی برای زنان بپا خواستند برگزار می‌گردد. با استفاده از این فرصت زنان افغان یک بار دیگر مصمماً برای محو سنت اجباری برقه‌پوشی یا چادری در افغانستان مبارزه کنند. روی این منظور زنان افغان امریکایی شمایل زنان را در زیر چادری به نمایش بگذارند. به روز شنبه 9 مارچ انجمن ملل متحد در ایالات متحده امریکا سانفرانسیسکو با اشتراک انجمن ملل متحد و مورین کاونتی و امریکن لژن 100مین سال روز بین المللی زنان را در امارت ویترن میموریالز برگزار کردند. در این گردمایا سخنرانی ها عمل علیه خشونت ها و تبعیض ها برای زنان مورد بحث و مذاکره قرار گرفت که در اون جمله نانسی مالی دسترکت اترنی آلامیدا کاونتی در خشونت در برابر زنان، تجاوز جنسی، تحقیقات و سوء استفاده از افراد و سالمندا و خانواده و دمربایی ها و بردگی های جنسی اظهارات کردند که ما یکی از نمونای از او که مرام speak up, speak out. این رسمه که میبینین، این رسمه با
راجع به یک زنی که در مقابلش خوشوند یک ویکتوم جنایت دیدن این رسم ما کشیدیم. بسیار خوب. و میگه که شما صدایتان رو بکشین، bring your voice out, speak up و دیگه بارا صحبت کنیم. بله. و ما میتونیم که دفتر دسترکت چونی در این موضوع بر علیه خشونت زنا پروگرام ها دارن، یکی دفتر فامیلی جستس سنتر است به نام مرکز عدل خانوادگی است، اگر کسی پرابلم میداشته باشن به کجا مراجعه کنن، و همچنان بر علیه شعارهایی که برای علای تبعیض است و مردم زیر چی قرار میتن که اونا رو توهین میکنن، تعقیب میکنن و یا به اونا یک ضرر میرسنن، با کدام نمره با کجا به تماس شوند؟ که یک نمره هاتلاین دارن. بله. و این رو به لسان های مختلف ما این رو ترجمه کردیم که فارسیش هست، کمک کنید جنایت ناشی از نفرت را. بله. و به اینجا میتونن که تلفون کنن. بله. نمرش از 510-208-4824 510-208-4824 نمرش. بله. ایران بگویم اونا نمبرهای دیگر هم میگه. بله نمبرهای دیگه شو برد. خب 510-208 یعنی 208-4959 و این نمره به صورت رایگان است و اگر در وقت بسیار عاجل برتان پیدا میشه که یک موضوع بسیار جدی باشه، شما میتونین که به 911 به تماس شد. بله بله. و این بله. کلش به خاطر از این که برای یک محیط سالم و محفوظ باشه به جایی که ما زندگی میکنیم، و ما بسیار خوشبخت هستیم که از حق ما پشتیبانی میشه. بله. از ما بله. امایه میشه و ما همین قسم آرزو برای دیگر زنای ما که در افغانستان زندگی میکنه همین آرزو رو داریم. بله بله. خب دوستان ارجمند، ما بسیار عزیزا روان کردن، کامنت دادن بر ما، که ما بازم تشکر میکنم از تمام شما، و انشالله این برنامه ما دوام داره. این برنامه را یک مدت با کمک شما، که البته شما هم یک کمک کنین، ما که برنامه میسازیم سر خود را به کف دست خود میگیریم، میاییم و در این سرکای بیروبار. و هفته قبل از این که هفته گذشتنی هفته پیشترش ما که آمدم برای یک اکسیدنت کردم، یک تصادف موتر بود، تصادم کردم، اما بر شما ما هیچ چیز نگفتم، اعصاب تکان خورده، یعنی خسارمندم میشیم. شما هم یک چیز کمک کنین که امی دریچه روزنه بسته نشه. از کمک های شما قبلا اظهار سپاس میکنم. از زکیه جان ظفر نازنین ممنون هستم که کارت بسیار زیبای بر ما فرستادین، یک جهان اظهار سپاس دارم. از مکی جان عزیز، از رونا جان صالحی نازنین، از هر یک شما بسیار تشکر میکنم. ما امیدوار هستم که بیننده های عزیز، خانم های محترم، شما هم سهم بگیرین در اسپانسر. بسیار تشکر میکنم. و از خلیل جان راقب در استودیوی ما، هنرمند عزیز، سپاسگزار هستم. از دوست نازنین ما نیلوفر جان عزیز در استودیوی مرکزی که چقدر زیبا برنامه ها را بر شما میفرستن، و همچنان از شما بینندگان عزیز که تا ایدم ما را تحمل کردین، بسیار تشکر و اقدر لطف دارین. خدا نگهدار تا دیدار. و یک موضوع را میخواییم بگویم که ماه مبارک رمضان آمده نیست، آرام آرام به پیشواز ماه مبارک سیام استیم، که خداوند توانایی نصیب بگردانه و قوت ایمان تا ما از این آزمون پروردگار و معبودمان سرفراز بدر آییم و ماه مبارک را به خاطر خوشنودی رضای معبودمان با خوشی سپری کنیم. براتون قبلا تبریک میگم. خدا نگهدار تا دیدار.